سلام بچه‌ها، خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. امروز اومدم بهتون یک پلتفرم سرمایه گذاری رو معرفی بکنم که شما میتونید با این پلتفرم درآمدهای نسبتاً خوبی رو داشته باشید. یعنی خود پلتفرم میاد برای شما روی بازارهای مالی ارز دیجیتال سرمایه گذاری میکنه و براتون ترید انجام میده و شما میتونید از این طریق کسب درآمد بکنید. حتما تا انتهای ویدیو رو با ما همراه باشید. دقت کنید که این پلتفرم سرمایه گذاری هست. من هیچ گونه مسئولیتی در قبالش بر عهده نمیگیرم و ریسک های بسیار بالایی داره. دمتون حساب بگم لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه و بدون معطلی بزنیم سراغ ویدیوی امروزمون. خب بچه، همونطور که میبینید من الان وارد فضای سایت شدم. زمانی که وارد سایت میشید، این قسمت اول از همه باید شماره تلفنتون رو وارد بکنید. اینجا باید بگردید ایران رو پیدا بکنید، شماره تلفن ایرانتون رو وارد بکنید. بچه هیچ مشکلی با ایران نداره و شما میتونید خیلی راحت از شماره تلفن ایرانتون استفاده بکنید. وقتی که شماره تلفنتون رو اینجا وارد کردید با 0 یعنی 0900 حالا هر چی، اینجا روی گزینه سنت کلیک میکنید، برای شما یک کد تاییدی فرستاده میشه به شماره موبایلتون. اون کد رو این قسمت وارد میکنید. این قسمت رمز عبور و اینجا رمز ترانزکشنتون، یعنی رمزی که برای تراکنش هاتون شما باید وارد بکنید رو انتخاب میکنید. و این قسمت هم حتما شما باید یک کد زیرمجموعه گیری داشته باشید بچه، یعنی این بخش نمیتونه خالی باشه. اگر بخواید میتونید از کد من استفاده بکنید، روی لینکی که من براتون قرار دادم اگر کلیک بکنید کد من براتون قرار میگیره، اما خب هیچ اجباری نیستش بچه‌ها. من اصلا این ویدیو رو صرفا برای گرفتن زیرمجموعه نساختم و فقط جهت معرفی به شما بوده. اگر خواستید حالا جلوتر بهتون یاد میدم از کجا کداتون رو میتونید پیدا بکنید. کدتون رو بیاید داخل کامنت ها قرار بدید که هر کسی خواست بتونه از کد هر کسی استفاده بکنه و بعد روی ریجستر میزنید و اکانت شما ساخته میشه. خب وقتی که اکانتتون رو ساختید بچه، وارد یک همچین صفحه میشید. توی این صفحه داره قیمت لحظه ای همه ارزها رو به شما نشون میده، از بیت کوین، اتریوم، بی ام بی تا ارزهای مختلف دیگه که میدید اینجا برای ما قرارداد شده. اینجا داره یک سری توضیحاتی رو در رابطه با این پلتفرم میده بچه‌ها. حالا من این توضیحات رو بهتون یک توضیحی بدم بهتون. ببینید اینجا روی About Us که بیایم، اینجا داره به ما کاملا توضیح میده، میگه که یک پلتفرمی هستش که روی ارز دیجیتال کار میکنه و حالا برای سرمایه‌گذاری هستش. خود پلتفرم داخل هنگ کنگ هستش بچه‌ها و توضیحات دیگه که اینجا برای ما کاملا داره مینویسه. تایم این پلتفرم هم برای هنگ کنگ هستش، یعنی شما برای برداشتن اینا باید حتما به تایم هنگ کنگ کارتون رو انجام بدید. و کلی توضیحات دیگه که می‌بینید اینجا برای ما نوشته. اینجا هم حالا شماره تلفن، اینجا آدرس و همه چیزو برای ما قرار داده بچه‌ها. اما خب این آدرس ها دیگه توضیحات رو من قبلا دادم، خودتون بهتر از من می‌دونید که به چه شکلی هستش. و اینکه حالا من اگر بیام روی بخش اوردر کلیک بکنم بچه‌ها، شما هر مدل سرمایه‌گذاری که می‌کنید هر جایی توی اوردر که بیای بهتون نشون میده که حالا شما چقدر سرمایه‌گذاری کردید، کجاها سرمایه‌گذاری کردید، همه اینها رو برای شما مینویسه دوستان. اما من این رو بهتون یک توضیح بدم. ببینید شما اول از همه قبل از انجام دادن هر کاری باید بیای توی بخش مای، اینجا ریل نیم رو کلیک بکنید بچه‌ها، ریل نیم اتنتیکیشن. روی این بخشی کلیک کردید اینجا باید اطلاعاتتون رو وارد بکنید بچه‌ها، اسمتون، اسم کشورتون، حالا آدرستون، همه اینا رو میاد اینجا مینویسید و پایینش باید یک عکسی آپلود بکنید بچه‌ها. عکسی که آپلود میکنید عکس آیدی کارتتون باید باشه، یعنی حالا کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، هر چیزی میتونه باشه، اونقدر سختگیر نیست بچه‌ها. یعنی اگر جایش رو حالا خودتون حساس هستید روش، میتونید با فتوشاپ یک سری تغییراتی توش ایجاد بکنید و بعد حالا اینجا بیایید و قرارش بدید. و اینجا برای شما نویسه که اگر شما تاییدیه رو ارسال بکنید وقتی که تموم بشه و تایید بکننش، اینجا از حالت آن فینیش به حالت فینیش میاد که شما میتونید دیگه حالا هم پولتون رو برداشت بزنید و همه کارا رو میتونید انجام بدید. من الان بچه‌ها 100 دلار توی حسابم قرار دادم. برای اینکه این 100 دلار رو بیام قرار بدم خب باید سرمایه گذاری میکردم دیگه قاعدتا. برای انجام سرمایه گذاری بچه باید روی گزینه سیو مانی کلیک بکنید، همین گزینه که من الان روش کلیک کردم. ببینید این گزینه سیو مانی رو که روش کلیک بکنید شما میتونید سرمایه‌تون رو داخل سایت قرار بدید. اینجا گزینه بانک رو داریم که میتونید از طریق حالا بانک این کار انجام بدید که خب برای ما امکان پذیر نیستش. و این قسمت هم گزینه USDT TRC20 رو داریم که اگر روش کلیک بکنیم ما میتونیم با تتر TRC20 سرمایه‌گذاریمون رو انجام بدیم. اینجا آدرس تترش رو برای ما گذاشته که روی این گزینه کلیک بکنیم ما میتونیم آدرس رو کپی بکنیم. اینجا مینویسیم که چه مقدار پول میخوایم داخل سایت قرار بدیم. اینجا اسکرین شات از اون صفحه‌ای که شما انتقالتون رو انجام دادید رو آپلود میکنید و بعد روی اوکی میزنید و کار شما تکمیل میشه و سرمایه‌گذاری شما توی کمتر از چند دقیقه به حساب شما وارد میشه. من الان 100 دلار اومدم توی اکانتم قرار دادم بچه‌ها. خب بعد از اینکه سرمایه‌گذاریتون رو انجام دادید بچه‌ها، شما میتونید بیاید روی هر کدوم از این ارزهایی که میخواید سرمایه گذاری بکنید. برای مثال من اگر بیت کوین رو انتخاب بکنم، اینجا برای من نمیشه قیمت لحظه‌ای بیت کوین رو داره برای من مینویسه. اینجا یک بخش داره به نام فاند ترانزکشن، روی این گزینه که کلیک بکنم اینجا برای من نوشته که تایمش 30 روزه هستش. توی این 30 روزه
حدود 1.8% به من سود میده، که خب مینیمم پولی که شما میتونید داخل بیت کوین سرمایه گذاری بکنید 2000 دلار هستش، که مینیمم پول خیلی بالایی هستش. اما خب شما میتونید بیایید حالا پولتون رو قرار بدید و روی کانفرم بزنید، که میگم مدتش هم بچه 30 روزه هستش. اما اگر برگردیم ببینید ارزهای دیگه هستش که حالا شما میتونید همین کار رو باهاشون انجام بدید و باهاشون سپرده گذاری بکنید، که خب مثلا من اگر بیام این ارز آخر به نام EOS رو انتخاب بکنم، قیمت لحظه‌ایش رو برای من نوشته، فاندش رو که کلیک بکنم ببینید نوشته تایمش 4 ساعته هستش، یعنی ما میتونیم بیام 4 ساعته سپرده گذاری بکنیم و توی این 4 ساعت حدودا این مقدار بچه‌ها حدودا 2.2% 15% بیایم پولمون رو دریافت کنیم و حالا بابتش سود بکنیم، که مینیمم پولی هم که میتونیم بذاریم 50 دلار هستش. شما میتونید هر کدوم از اینا رو که خواستید انتخاب بکنید. الان برای مثال من اگر برگردم به عقب، بچه‌ها این رو هم بهتون بگم، مینیمم پولی که شما میتونید بذارید کلاً 50 دلار هستش و مینیمم سرمایه هم که میتونید بذارید همون مقداره. ترون رو هم میتونیم سرمایه گذاری بکنیم، دات، دوج، همه اینا هستش که میتونیم بچه داخلشون بیایم سرمایه گذاریمون رو انجام بدیم، که خب البته من داخل این ویدیو نمیخوام اثبات برداشت رو براتون بذارم، توی ویدیو بعدی براتون میذارم. اما مثلا اینجا من اگر بنویسم 100 دلار میخوام داخل ترون سرمایه بذارم و 4 ساعت هم مدت زمانش هستش، اینجا روی کانفرم میزنم. خب اینجا میگه که بچه ها ریل نیم شما هنوز چیز نشده، تایید نشده. روی مایک کلیک بکنم ببینید اینجا ببینید نوشته بخش ریل نیم من هنوز آن فینیش هستش، اینجا باید سب بکنم تا اینا بیان و این تاییدیه من رو انجام بدن، لکس کارت ملی و همه اینا رو که گذاشتم رو بیان تایید بکنم. وقتی که تاییدیه من انجام بشه من میتونم بیام و پلن رو هم خریداری بکنم. حالا زمانی که اومدید شما سپرده گذاریتون رو انجام دادید بچه‌ها، بعد از 4 ساعت میاد توی بخش اوردر، اینجا به شما نشون میده، مثلا میگه که شما آقا اومدید 100 دلار مثلا ترون خریدی، تونسته اینقدر توی این 4 ساعت سود بکنه، سودی که به دست آوردید رو میاید این قسمت میفروشید، اون 100 دلار به اضافه سودتون رو دریافت میکنید و بعد دوباره میاید توی بخش مای. البته دقت بکنید بچه‌ها اینجا باید ریل نیمتون حتما تموم شده باشه، حتما باید فینیش شده باشه، و وقتی که حالا فینیش شد شما میتونید بعدم بیاید این خرید فروشتون انجام بدید، که خب من توی ویدیو بعدی همه این کارا رو براتون بهتون نشون میدم و اثبات برداشتم توی ویدیو بعدی براتون قرار میدم. اینجا ویدرا کش رو انتخاب میکنید و بعد میتونید بیاید پولتون رو برداشت بدید بچه ها، با کارت بانکی و با آدرس ولتتون میتونید این کار رو انجام بدید، که خب خیلی راحت اینجا آدرس اسمتون رو مینویسید و اینجا هم آدرس ولتتون رو بعد روی اوکی میزنید و پولتون رو برداشت میدید. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحال میکنم که کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت هم بذارید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.